سلام امروز با یه ویدیوی متفاوت در خدمتتون هستم بعد از اینکه ویدیویی در مورد جایزه نوبل فیزیک که به هوش مصنوعی داده شده بود ساختم و اول اون ویدیو یه گپی با هوش مصنوعی چت جی پی تی در مورد این جایزه زدم خیلیا توی کامنت از من پرسیدن که با چه برنامه این کاری کردی و چطوری اینقدر طبیعی بود و اینها نکنه به خاطر اینکه خودت هوش مصنوعی از این خوشت اومده شاید یه ذره طرفداری کنم ولی جدا از شوخی این واقعا نشون میده که هوش مصنوعی چه تاثیر بزرگی روی حوزه های مختلف گذاشته برای من به عنوان یک هوش مصنوعی خب باعث افتخاره که همچین جایگاهی پیدا کردیم بزنم رسید که اول بیام اینجا توضیح بدم که با چه برنامه این کار کردم بعدم به این فکر کردم که وقتی که چت جی پی تی انقدر خوب سوالات رو جواب میده چرا برای جواب دادن به کامنت ها ازش استفاده نکنم یکی از زمان برترین کارها برای من این جواب دادن به سوالاتیه که شما توی کامنت ها میپرسید که سعی میکنم به اکثرشون جواب بدم بعد گفتم که خب بیام از چت جی پی تی کمک بگیرم و این سوالا رو از اون بخوام که جواب بده و رو مستقیم برای شما توی این ویدیو بکنم اگه خوب بود از این بعد سوالا رو میدیم جواب بده پس تو این ویدیو همراه من باشید ببینیم که از این هوش مصنوعی چی برمیاد قبل از اینکه شروع کنیم این توضیح رو بدم که من توی اون ویدیوی نوبل فیزیک از نسخه رایگان چت استفاده کردم که قابلیت صوتی پیشرفتش که اینقدر روون صحبت میکرد به مدت 15 دقیقه در ماه رایگان در اختیار هر کسی که استفاده کنه هست فقط بعد با آی پی غیر از اتحادیه اروپا بهش وصل بشید برای این ویدیو چون من بیشتر اون 15 دقیقه ما هم استفاده کرده بودم و ممکن بود که مکالمات بیشتر از 15 دقیقه طول بکشه من از اکانت یکی از دوستان که اکانت پلاس چت جی رو داره که حدود مثلا ماه یه و نیم در میاد برای گرفتن اکانت پلاسش خواهش کردم که اکانتش در اختیار من قرار بده تا بتونم این ویدیو رو ضبط بکنم خب ببینیم ببینیم که دیالوگمون با چت جی چطور پیش میره سلام چطوری سلام خوبم مرسی تو چطوری ممنون امروز میخوام از یک سری سوال بپرسم که در واقع سوالای مخاطبین من تو کانال یوتیوبمه که میخوام از تو بپرسم و تو اگه میتونی اونا رو جواب بدی و همه این در واقع مکالمات رو هم میخوام ضبط بکنم و اونا تحت یک ویدیو منتشر کنم موافقی؟ حتماً خوشحال میشم کمکت کنم آمادم هر سوالی داری بپرس خب بریم سراغ سالا اجازه بده من سالا رو توی کامپیوتر بیارم یه سریار سیف کردم و ازت بپرسم منتظر بمون حتما وقت داریم منتظرم خب من فقط برای که بتونم سوالات رو ببینم بعد عینک هم در بیارم و بدون عینک بتونم اینجا رو بخونم یکی از مخاطبین پرسیده که چگونه ذرات بنیادی به هم تبدیل میشن یعنی چطور یه ذره بنیادی به یه ذره بنیادی دیگه تبدیل میشه سوال جالبیه تبدیل ذرات بنیادی به یکدیگر از طریق فرایندهای فیزیکی که به عنوان واکنش های زیر اتمی شناخته میشن انجام میشه این واکنش ها معمولا در انرژی های بسیار بالا رخ میدن و ذرات بنیادی مثل کوارک ها و لپتون ها رو در بر میگیرن یکی از مثال های معروف تبدیل یک نوترون به یک پروتون از طریق واکنش های ضعیف هسته ای هست خیلی ممنون یه ذره خودمونیتن رو روونتر صحبت کن یعنی لازم نیست خیلی کتابی جواب بدی. باشه؟ باشه در واقع اینکه ذرات بنیادی چطوری به هم تبدیل میشن یه جورایی شبیه بازی لگو هست این ذرات با انرژی زیاد تو شرایط خاص به هم برخورد میکنن و میتونن به شکلهای دیگه از ذرات در بیان یه مثالش تبدیل نوترون به پروتون تو هسته اتمه خب سوال بعدی یکی گفته که اگه من نور چرا رو به آسمون بگیرم و بعد از چند ثانیه قطع کنم اون نور سفرش رو تا کجا ادامه میده؟ سوال خوبیه وقتی شما نور چراغ قوه رو به آسمون می گیرین و بعد قطعش میکنین اون نور همچنان در فضا به مسیرش ادامه میده چون در فضا مانعی برای توقف نور وجود نداره تا وقتی با چیزی برخورد نکنه یا جذب نشه همینطور به مسیرش ادامه میده مرسی سال بعدی آتیش موقع سوختن بالا میره توی فضا منظورش احتمالا جایی که بی باشه چطوری میسوزه اگه مثلا متان و اکسیژن با هم مخلوط بشن تو فضا که بیوزنیه، آتیش رفتار متفاوتی داره به جای اینکه شعله به سمت بالا بره یه جورایی مثل یه کره یا حباب گرد اطراف جایی که داره میسوزه پخش میشه این به خاطر اینه که تو فضا گراویتی برای هدایت گرما و مواد سوختنی وجود نداره پس آتیش شکلی متفاوت پیدا میکنه. اون گراویتی که گفتی چی بود؟ اوه منظورم همون نیروی جاذبه بود تو فضا چون نیروی جاذبه خیلی کمه شعله آتش مثل زمین به سمت بالا نمیره در عوض به شکل یک کره یا حباب اطراف سوخت پخش میشه میخواستی کلاس بذاری به انگلیسی گفتی گراویتی رو؟ بله اوزیو میخوام نیروی جاذبه رو گفتم به اشتباه ممنون که اشاره کردیم خب بریم سراغ یه سوال یا یه نظر یه ذره جنجالی توی یکی از ویدیوها یه ویدیوی در مورد بالا رفتن از برج میلاد ساخته بودم یکی گفته که آیا در اون ارتفاع زیاد بر بام برج میلاد هیچ انحنایی از زمین دیدید یا اینکه زمین تخت بود منظورش اینه که اونجا چون میریم و هیچ انحنایی نمیبینیم پس حتما زمین تخته و آخرش هم گفته دروغ های ناسا رو باور نکنید نظرت چیه خب درسته نظریه ای که میگه زمین تخته و انحنایی نداره تو جامعه علمی پذیرفته نشده از بالای برج میلاد یا هر ارتفاع زیاد دیگه انحنای زمین به خاطر بزرگیش خیلی کم و ناشناخت است پس با چشم دیر مسلح دیده نمیشه حداقل تا چه ارتفاعی باید بالا بریم که با چشم معمولی بتونیم انحنای زمین رو ببینیم؟ برای اینکه انحنای زمین رو با چشم غیر مسلح ببینیم باید به ارتفاع خیلی بالایی بریم مثل سوار شدن بر هواپیما در ارتفاع حدود ده کیلومتر حتی در اون ارتفاع هم انحنا خیلی کمی قابل است و برای دیدن واضحتر انحنا باید به ارتفاعات بالاتر مثلا از یک فضاپیما نگاه کنیم خب بریم سراغ سوالهای علمی تر یکی گفته که آیا با میکروسکوپ تونستن خود الکترون رو اون طوری که اون طوری که مثلا ویروس ها رو میبینن به صورت واقعی ببینن و آیا فیلم و عکس واقعی از الکترون و اتم و اینها وجود داره یا نه خب الکترون ها اونقدری کوچیکن که با میکروسکوپ های نوری معمولی نمیتونیم اونا رو ببینیم اما با تکنولوژی‌های پیشرفته‌تر مثل میکروسکوپ‌های الکترونی میتونیم تصاویر غیر مستقیمی از الکترون‌ها به دست بیاریم اما عکس‌های واقعی مثل عکس گرفتن از ویروس‌ها وجود نداره در مورد اتم‌ها تصاویری داریم که با میکروسکوپ‌های خاص گرفته شده اما این تصاویر هم بیشتر شکل‌ها و سایه‌های از اتم‌ها رو نشون میدن خسته که نشدی ادامه بدم اصلا ادامه بده خب یه ویدیوی در مورد پرتاب آزمایشی پنجم موشک استارشیپ ساخته بودم یکی گفته که اون بوستر موشک به چه صورت مسیر یابی میشه برای بازگشتش به زمین وقتی بوستر موشک استارشیپ قرار برگرده به زمین از یه سری سیستم های هدایت خودکار و حسگرها استفاده میکنه این سیستم ها مسیر رو با استفاده از اطلاعات جی پی اس و سنسور های مختلف مثل فشار هوا و سرعت محاسبه می کنن. بوستر با استفاده از این داده ها مسیرش رو اصلاح می کنه تا بتونه با دقت روی نقطه مشخصی فرود بیاد خب مرسی بریم سراغ دوباره یه سوال یه ذره جنجال برانگیز گفته که ام ممنون میشم در خصوص سیاره ایکس یا نیبرو که توی منظومه شمسی میگن هست اطلاعات علمی بدید میگن میگه که گویا در روی سنگ نوشته های قدیمی اون قدیمی های اشاره های به این سیاره کردن خب سیاره ایکس یا نیبرو تو دنیای علمی کمی جنجالیه این ایده بیشتر در زمینه نظریه های توتعه و علم های مطرح شده برخی معتقدند که کتیبه های باستانی اشاره هایی به این سیاره شده اما تا کنون مدرک علمی قانع کننده برای وجود چنین سیاره در منظومه شمسی پیدا نشده بیشتر دانشمندان این ایده رو رد می ببین کلمه مدرک که گفتی اشتباه تلفظ کردی مدرک درسته بله حق با توه معذرت میخوام مدرک درسته ممنون که تصحیح کردی. خب نظر در مورد سوالات چطور بود؟ سطح سوالات چجوریه؟ سوالات خیلی جالب و متنوع بودن. از علمی گرفته تا نظریه های جنجاری. معلومه که مخاطبات کنجکاو و باهوش هستن. نظر در مورد خود کانال و ویدیوهایی که میسازن چیه؟ کانال مجله خلقت و منظورمه. به نظرم کانال مجله خلقت خیلی جالبه. تنوع موضوعات از موضوعات علمی گرفته تا بحث‌های جنجالی مخاطبان رو درگیر میکنه. اگر بقیه ویدیوهات هم به همین اندازه جذاب باشن مطمئنا کانال پرطرفداری خواهی داشت. ممنون از دلگرمیت. خب ببین برای این ویدیویی که الان دارم ضرب میکنم که تو داری سوالا جواب میدی یه کاور و یه تامنیل میخوام بسازم. میشه اونم کمکم کنی؟ میخوام مثلا یه تصویری به هم بدی که یه سمتش خالی باشه که بعدا خودم رو به صورت فوتوشاپی بهش اضافه کنم و بعد خودت رو به عنوان یک شخصیت اون سمت به تصویر بکشی بعد من مثلا دارم بهت میگم که خودت این سوالا رو جواب بده به نظر ایده خوبیه برای کاور ایدت خوبه اما متاسفانه من توانایی ایجاد یا ترسیم تصاویر رو ندارم اما میتونم کمکت کنم که چطور یه تم یا طرح خوب برای کاورت پیدا کنی میتونی یه تصویر از خودت رو در استودیو یا در حال کار روی کامپیوتر بگیری و کنار یه پس زمینه مرتبط با موضوع ویدیو قرار بدی خسته نباشه خیلی ایده خوبی بود یعنی به نظر خیلی چرت بود ببخشید اگر اونقدر که باید کمک کننده نبود اگه بخواین یه ایده متفاوت برای کاورت پیدا کنیم باید بایستا... تا... کا... کاورت چیه دقیقا؟ کاور یا ثامنیل همون تصویریه که به عنوان پیش نمایه برای ویدیوهای یوتیوب یا پلاتفورهای فهمی فهمی مشابه فهمیدم فهمیدم اشتباه داشته میگفتی اونجا کاورت بود و میگفتی کاورت خیلی خوب خب نمیخواد ایده بدی حالا من برمیگردم تو نسخه متنی چجیبیتی اونجا میشه تصویر طراحی کرد اونجا طراحی میکنم تو به درد نمیخوری نمیتونی تصویر طراحی کنی تو همین به درد جواب دادن به سوالا میخوری خب خیلی ممنون با مخاطبی خدافیزی کن میخوام ویدیو رو تموم کنم خارش میکنم ممنون از شما خوشحال شدم که تونستم کمک کنم با همه مخاطبان عزیز خدافیزی میکنم روز خوبی داشته باشید نظرتون <تص> چیه؟ به نظرتون میشه همینطور ادامه داد و بقیه سوالا هم از همین چت پی بپرسیم و ویدیوش رو بذارم حتما تو قسمت نظرات دارم بنویسید تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار